امروز سومین روز تحسن خانواده دلیلی در مقابل کاخ سفیده. این خانواده زمانی تحسنشون را آغاز کردند که مطلع شدند در طول سالها مذاکرات به رغم اینکه فکر می‌کردند شهاب دلیلی هم در لیست مذاکرات قرار داره، مطلع شدند که اون هیچ وقت در این مذاکرات محاسبه نشده و 5 زندانی آمریکایی دو تابعیتی در ایران در واقع کسانی به غیر از این فرد بوده. شهاب دلیلی کاپیتان سابق کشتیرانی در ایران بدون شغل دولتی در آمریکا و فقط با هدف در واقع ادامه زندگی با خانوادهش بعد از بازنشستگی در آمریکا در امریکا زندگی کرده و پس از اینکه برای شرکت در مراسم یادمان مرگ پدرش به ایران رفته توسط مجموعه امنیتی بازداشت و در نهایت با اتهام تلاش برای همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده. از 1395 تا کنون نزدیک به حدود 7 سال این فرد در زندانه. آنچه که مسلمه، خانواده دلیلی تمام تلاش خودشون رو برای اینکه به گوش دولت آمریکا برسونن که چنین زندانی هم وجود داره کردن و تصور میکردن که اون هم در لیست مذاکرات و در لیست زندانیهایی خواهد بود که معاوضه میشه، اما آنتونی بلینکن اعلام کرد فقط 5 زندانی آمریکایی میشناسه و اساساً چندان آشنایی با بقیه نداره. این باعث شد که خانواده دلیلی اینجا آمدن. 2 روز قبل، یعنی دیروز و امروز میشه 2 روز که همزمان داریان دلیلی، فرزند شهاب دلیلی و خود آقای دلیلی در زندان اوین همزمان یک اعتصاب غذای خشک رو آغاز کردن. مجموعه آنچه که خانواده دلیلی میخوان پاسخی متناسب و مناسب از طرف وزارت خارجه و مجموعه دولت آقای بایدنه که آیا اونها تلاش خواهند کرد برای آزادی این فرد از زندان اوین قدمی بردارن یا خیر. به گفته خانواده دلیلی، ناهید دلیلی و داریان دلیلی، اونها تا گرفتن پاسخ تحسن میکنند و همچنین پدر و پسر به اعتصاب غذای خشکشون ادامه خواهند داد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی، مقابل کاخ سفید.